صفحه دو خوش آمدید. دولت ایران میگوید به جای قرنطینه کامل طرح فاصله گذاری اجتماعی را به شکلی استثنایی و ویژه اجرا می کند. این طرح که اسمش را طرح فاصله گذاری هوشمند گذاشته است با انتقادات جدی روبروست. کسی نمیداند در وانفسای شیوع ویروس هوشمندی باید چگونه باشد. قرنطینه فقط برای دولت ایران ترسناک نیست. بسیاری از دولت‌ها برای برقراری قرنطینه و تعطیل بنگاه‌های اقتصادی و مردم دچار تردیدند. ضرر و زیان اقتصادی ناشی از آن یک طرف، اینکه دولت قرنطینه کننده باید نیازهای اولیه زندگی مردم را در دوره قرنطینه اجباری برطرف کند، یک چالش بزرگ سر راه همه حکومت‌هاست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته: ای کاش ما پول زیاد داشتیم، ای کاش تحریم نبودیم، ای کاش نفتمون رو میتونستیم در حد اکثر بفروشیم و همه پولها در بانکهای ما بود، قطعا در مبارزه با کرونا با دست باز بیشتر و حمایت بیشتر ما میتونستیم اقدام کنیم. آیا بیپولی ناشی از تحریم دست و پای حکومت ایران را بسته؟ بسیاری حتی از درون خود حکومت این روزها فکر می‌کنند تقسیم پول و منابع می‌توانست به شکلی باشد که دولت بتواند هزینه زندگی مردم را برای خانه‌نشینی دست کم برای مدتی تأمین کند. از جمله آنها مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی است که در سرمقاله این روزنامه می‌نویسد: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی امکانات و منابع مالی گسترده‌ای دارند. این اموال و امکانات متعلق به مردم هستند. وقتی سخنان مسئولان این مراکز قدرت مالی را درباره اقداماتشان برای کمک به اقشار آسیب دیده می‌شنویم، به نتیجه می‌رسیم که آنها یا از ابعاد گسترده ضربه‌ای که به شرایط مردم وارد شده اطلاع درست ندارند، یا می‌خواهند پول‌هایی که در اختیار دارند را برای آن هزینه نکنند. آیا حکومت ایران می توانست قرنطینه را برقرار کند؟ آیا به لحاظ مالی امکان برقراری قرنطینه را دارد؟ آیا نهادهای مالی بسیار ثروتمندی که مالیات هم نمی دهند می توانند بخشی از هزینه قرنطینه را بپردازند؟ در برنامه امروز دو مهمان داریم. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از تهران با ماست، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. آقای صمیمی، اول از شما شروع می‌کنم. به نظر شما دلیل اصلی این که در ایران قرنطینه به اون شکلی در بعضی از کشورها سراغ داریم برقرار نشده چیه؟ اقتصادی است یا سیاسی؟ ببینید، قرنطینه سرمایه می‌خواد و سرمایه هم به دو بخش تقسیم میشه: سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی. این بحثایی که این روزا میشه بیشتر روی سرمایه اقتصادی تمرکز میکنن و خب بخشیش هم درسته، بخشیش نادرسته البته، و ولی سرمایه اجتماعی کمتر بهش پرداخته میشه. اینجا ما توی کشور از نزول شدید سرمایه اجتماعی رنج میبریم و در مشکل ما، مشکل اصلی ما هست. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، یعنی همبستگی، یعنی همبستگی ملی، اعتماد به حکومت، اعتماد به دولت. و این معرفه هایی که سرمایه اجتماعی رو تشکیل میدن، بنابراین به این موضوع باید توجه کرد. ضمن این که به نظر من این سوالی که اگر این منابع دست دولت بود و دولت منابع بیشتری داشت، اینها این کار رو میتونست بکنه یا نه، به نظر من این سوال یک سوال پیشینی رو هم باید قبل از پاسخ به این سوال ما جواب بدیم. و اون سوال پیشینی و پاسخ پیشینی بهش اینه که آیا اساساً حکومت، من اینجا به دولت زیاد کاری ندارم چون دولت
ما میدونیم دولت اختیارات خیلی محدودی داره. من نمیخوام از دولت دفاع بکنم، دولت ضعیفی داریم و فساد در دولت هم در بعضی جاهاش هست، اصولا فساد تو کشور ساختاریه، این مسائل رو ازش میذارم. ولی اینجا من بیشتر به اصطلاح حکومت رو منظورم هست، یعنی مجموعه نظام که عمدتا خارج از اختیار دولت هستن. در واقع اگر که یعنی اون سوال پیشینی اینه که آیا اساسا حکومت میخواد قرنطینه بکنه و میخواست قرنطینه بکنه یا نه؟ آیا نمیخواست قرنطینه بکنه آقای صمیمی؟ به نظر من نمیخواست. یعنی اگر که به این سوال پاسخ این باشه که بله میخواست، اون وقته که میتونیم بگیم که خب حالا که میخواد پس چرا نمیکنه، چون مشکلات اقتصادی داره، اجتماعی داره، فلان اینا. ولی به نظر من حکومت اشتباهی که کرد و میکنه و 40 ساله این اشتباه رو داره میکنه اینه که نمیخواد حالا در مورد این اصطلاح اتفاقات و پاندمی اخیر نمیخواد قرنطینه بکنه، چون قرنطینه براش به اصطلاح هزینه سیاسی داره. با این به اصطلاح مشی که داره حرکت میکنه قرنطینه به ضررش، مگر اینکه مشیش رو عوض کنه که اون بحث دیگه ایه. بله، اجازه بدید نظر آقای مهدوی آزاد رو هم بشنویم. آقای مهدوی آزاد شما چی فکر میکنید؟ آقای صمیمی میگن دولت اصلا قصد نداشت قرنطینه بکنه، برای اینکه به لحاظ سیاسی براش مشکلات ایجاد میکرد که نمیتونست اون رو در واقع بتونه باش کنار بیاد. بذارید اول یه نمایی بهتون بدم از این که موقعی که من میگم دولت ایران کاری نکرد، عملا مردم ایران رو تنها گذاشت، دولت به معنای حکومت، منظورم چیه. سعی میکنم امروز با عدد و رقم صحبت کنم. ببینید کشورهایی که درگیر بحران کرونا شدن، هر کدومشون یه بودجه خیلی عظیمی در واقع در سطح قابل ملاحظه از جی دی پی شون رو در واقع تخصیص دادن به کرونا، حالا یا در قالب کمک بلاعوض یا در قالب وام و غیره. شما یکی دو تا کشور مثل پرتغال و اینا که مشکل ندارن، 5 باز بودجه که دارن 5% جی دی پی شون رو بذارید کنار، آمریکا 10 به روایت 12% جی دی پی رو بودجه کرونا داد، ژاپن 20%، بریتانیا 15%، ایتالیا 40%، اسپانیا 35%. ببینید ایران پولی، مجموع پولی که گذاشت، یعنی اون چیزی که اسحاق جهانگیری ادعا کرد، همش که هنوز تصویب نشده، اگر اون رو به دلار آزاد حساب کنیم، که باید به دلار آزاد حساب کنیم چون برداشتشون از صندوق توسعه ملی معلوم هست، اون عددی که برداشتن 1 میلیارد یورو، یعنی میخوان در بازار آزاد بفروشن که اون 18000 میلیارد تومان رو تامین میکنه، اگر با دلار آزاد حساب کنیم میشه 1.4% جی دی پی ایران، اگر با دلار دولتی حساب بکنیم میشه 5% جی دی پی ایران. مبلغی که دولت‌ها به عنوان وام کمک بلاعوض، چون دولت‌ها خیلی‌هاشون وام گذاشتن با درصدهای مختلف، کمک بلاعوض یعنی چیزی که به مردم میخوان بدن رو اگر مقایسه کنید، آلمان با جمعیت مساوی ایران 50 میلیارد دلار گذاشته، ایران 5000 میلیارد تومان که با دلار آزاد میشه 320 میلیون دلار. برای اینکه روشن‌تر بشه آقای مهدوی آزاد، عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، دولت ایران میگه تحریم هست، ما پول نداریم. آیا پذیرفته است این حرف ازش یا شما میگید که این دلیلی نمیشه؟ اتفاقا می‌خواستم همین رو بگم. نه اصلا پذیرفته نیست. ببینید تحریم ها توان اقتصادی ایران رو ضعیف کرده، منتها در صندوق توسعه ملی پول داشتن، همین آقای قاسم سلیمانی که به شلیک کردن فوری تونستن صندوق توسعه ملی بردارن. سال پیش هم فروردین یادتون باشه آقای خامنه‌ای سر سیل اجازه نداد برداره. توی این ماجرا به نظر من دولت دو تا دغدغه داشت، دو تا بازی داشت میکنه. یک بازی بود، بله، نگران بود از اینکه متوقف شدن روند تولید مخصوصا با توجه به تحریم ها ممکن بود بازار توزیع مواد اولیه در ایران دچار بحران کنه، اقتصاد ایران زیمبابوه بشه. به نظر این نگرانی یه مقدارم وارده. اما بحث دوم، ظاهرا ایران از این فرصت استفاده کرد که توازن خودش با عراق و کشورهای منطقه رو که مدت ها بود به خاطر تحریم ها به هم خورده بود رو برگردونه و یه ذره به نفع خودش بکنه. یعنی طی سالهای گذشته ایران در یمن، در عراق، در سوریه درگیر شده بود، پول بسیار هنگفتی خرج میکرد. یه بل همچون بلایی که سر اتحاد جماهیر آوردن سر ایران آورده بودن، هی وادارش میکردن هی پول عظیمی از ایران تو این کشورها خرج بکنه. واضح بود اقتصاد ایران بالاخره دچار فروپاشی خواهد شد، بالاخره
بشکنه این اقتصاد. حالا ظاهرا از این فرصت داره استفاده میکنه. عربستان 34 میلیارد دلار پول واسه کرونا گذاشته کرام، ایران 6.5 میلیارد دلار. یعنی داره از این فرصت استفاده میکنه اون توازنی که قبلا به هم خورده بود رو الان به دست بیاره. کشورهای دیگه الان چون به فکر مردمشون هستن، یا حالا از هر زاویه دیگه نگاه کنید، اونها زیر بدهی‌های سنگین خواهند رفت، تضعیف خواهند شد و ایران میتونه یک ذره اون توازن رو جبران کنه. ولی آقای مهدوی آزاد، یه بحثی که اینجا به وجود میاد این هستش که به هر حال وقتی که کشور دچار مشکل اقتصادی بشه، باز هم همین حکومت هست که باید این مسئله رو برطرف بکنه. اون موقع باید چه بکنن؟ اگر الان پولی دارن که هزینه نمی‌کنن، بعد از اینکه اون مشکل اقتصادی به شکل جدی ایجاد شد، باید چه بکنن؟ ببینید، این معادلات استاندارد شده است که در یه ساختاری از ساختاری غربی در واقع جواب میده، جایی که جان انسان‌ها اهمیت بیشتری داره، جایی که در واقع دولت حاضرن میلیاردها دلار خرج کنن واسه اینکه هزار تا آدم کمتر بمیرن، 10,000 تا آدم کمتر بمیرن. ایران راهکارش خیلی راحت پیدا کرده، رسانه‌ها رو ساکت کرده، رسانه‌ها حق ندارن خبر بزنن، در بیرون هم هر کی بزنه آقای روحانی میگه اینا ضد انقلابن. اولین بار بود من این کلمه رو ازش میشنیدم، میگن همشون دروغگو هستن. اگر کسی هم ویدیو بده از رسانه‌ها، سریع بازداشتش میکنن، اطلاعات رسانه‌ای رو متوقف میکنه و خیلی ساده، در واقع براش خیلی مهم نیست. یادتون باشه آقای محسن رضایی زمانی گفته بود که ما عملیات فجر 4 اگه اشتباه نکنم یا کربلای 4 رو ما انجام دادیم واسه فریب، عملیاتی که حدود 10,000 تا کشته و زخمی ایران داده بود داشت. ذهنیتی که اجازه میده یک عملیات فریب داشته باشه، کربلای عملیات فریب نبود، اما با افتخار میگه ما 10,000 تا کشته و مجروح دادیم واسه فریب، اون ذهنیت براش خیلی مهم نیست که 10,000 تا ایران تو کرونا یا 20,000 تا یا 30,000 تا بمیرن. بیشتر واسش معادلات امنیتی و سیاسی خودش اهمیت داره تا جان مردم. بذارید اینو بحث رو با آقای صمیمی مطرح بکنیم، به خصوص که ایشون از جنبه سیاسی بیشتر ماجرا رو میبینند. آقای صمیمی، به هر حال یک مسئله برای کل کشورهای دنیا ایجاد شده، همه اونها به نوعی دارن با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن. دولت ایران هم همواره از طرف مخالفانش متهم هست که براش جان مردم ایران اهمیت نداره. نمونه های متفاوت و متعددی هم میارن که میگن که این وضع ایران بوده همواره. اما در این مورد اخیر، آیا به نظر شما مسئله ایران این هستش که جان مردم براش مهم نیست، یا نه بحث این هستش که اصلا امکاناتش بهش اجازه نمیده، چه به لحاظ حالا اقتصادی که به نوعی صحبت کردیم، چه به لحاظ سیاسی به خاطر نداشتن اون بحث اعتماد عمومی به حکومت؟ مسئله اهمیت برای حکومت، بله، اینکه واضحه دیگه بعد از 40 سال و با به اصطلاح اجرای این سرمشق حفظ نظام اوجبه واجبات است که آقای خمینی این رو بنا نهاد. اینکه بدیهیه که به اصطلاح اصل کار برای حکومت اسلامی، چون من جمهوری اسلامی که نیست، اجازه بدید بگم حکومت اسلامی، کاش که جمهوری اسلامی که به اصطلاح اصلش برای حکومت اسلامی، اصل موضوع حفظ حکومت که از همه واجبات به قول خودشون واجبتره. بنابراین این رو شک نباید کرد که به اصطلاح به نظر میاد که ما مشکلی پیدا کردیم با تصویر و صدای آقای صمیمی. اجازه بدید بحث رو با آقای مهدوی آزاد ادامه بدیم تا اون مشکل برطرف بشه. آقای مهدوی آزاد، یه مقدار بیشتر راجع به اون جزئیات اقتصادیش هم من میخوام با شما صحبت بکنم. من میدونم که شما به دقت جزئیات در واقع حساب کتاب های مالی بعضی از این بنیادها رو دنبال میکنید. این صحبتی که آقای مهاجری کرده چقدر به نظر شما وارد هست؟ ببینید، صحبت دیگه الان تحلیل نیست، این صحبت به همچنان که ما میدونیم زمین دور خورشید میچرخه جزء دانسته های عمومی امروز جامعه سیاسی ایران هستش. در مورد رویترز، در مورد ستاد اجرای فرمان امام که حالا همه میدونن، آمریکا یه سال پیش خرداد آوریل همین موقع یک سفارت آمریکا در بغداد یه بیانیه‌ای داد و یک آگهی منتشر کرد، در اون ادعا کرد که امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای 200 میلیارد دلار سرمایه اولیه داره. مون تا همون چند ماه بعدش آقای بهزاد نبوی که نایب رئیس مجلس بوده، وزیر بوده در جمهوری اسلامی، وزیر صنایع بوده و خوب میشناسه، او نوشت و او گفت که 60% ثروت کشور در اختیار این 4 نهاد اصلی است. ببین، یادمون نره آقای علی اکبر ولایتی سال 96 گفته بود که دانشگاه آزاد، خرداد 96 گفت دانشگاه آزاد 250 میلیارد دلار سرمایه داره
موقعی که من راجع به امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای حرف میزنم، دانشگاه آزاد در نظر نمیگیرم. من نمیخوام کار تبلیغاتی بکنیم. دانشگاه آزاد یه مؤسسه فرهنگی است. من دارم 4 تا نهادی رو در نظر میگیرم که در ایران بردسازی میکنن، سهام پتروشیمی دارن، از بالادست صنعت نفت ایران تا پرورش شترمرغ در واقع اینا حضور دارن. هر جا میبینید اینا دارن فعالیت مالی میکنن. محاسبات من میگه که مجموعه دارایی های این 4 تا بیش از 700 میلیارد دلاره بر اساس اون تحلیلی که آقای نووی گفته و بر اساس تعریف سال 96 دولت که میگه 18 میلیون میلیارد تومان دارایی کل دولت هستش. ببینید واقعیت نیستش که آستان قدس رضوی بزرگترین ملاک خاورمیانه است. خودشون میگه ما 320 هزار مستاجر داریم. شهردار مشهد میگه 50% زمین های مشهد مال آستان قدس رضوی است. راجب بنیاد تعاون سپاه که شما واردش میشید، اصلا حجم این اختلاس ها نشون میده شما با چه امپراتوری مواجه هستید. میدونید آقای مهتوی آزاد، من برام خیلی مهم هست که این رو اینجا روشن بکنیم. ما طبیعتاً که گفتید که بحث این که این نهادهای بسیار ثروتمندی هستن بحث تازه‌ای نیست، تقریباً همش رو میدونیم. اما آیا الان اون موقعیتی نیست که حکومت ایران به این نتیجه برسه که ما نیازمند این هستیم که برای حفظ حکومت، همون چیزی که به هر حال آقای صمیمی هم اشاره کردن، با توجه به اینکه نتایج این بحران معلوم نیست چی باشه، معلوم نیست به کجا برسه، بیایم و هزینه بکنیم، نه حالا به قول معروف نگران سلامتی مردم، اینها یه بحث حفظ حکومت بحث دیگری است که شاید باید هزینه بشه براش از نظر آقایون. ببین نگاهشون به حکومت همیشه نگاه سخت افزاری بوده، هیچگاه نگاه نرم افزاری نبوده که ما مردم از خودمون راضی کنیم. من میخوام شما حجم ماجرا رو ببینید. مجموع کمکی که دولت گذاشته واسه کمک بلاعوض به مردم در ماجرای کرونا، 5000 میلیارد تومانی که آقای روحانی گفت. ببینید پرونده فساد در بنیاد شهید 8000 میلیارد به اضافه 1300 9700 میلیارد بود. پولی که بابک زنجانی دزدید 4 برابر کل کمکی است که دولت واسه کرونا گذاشته. حالا همین امروز گزارش کمیسیون تلفیق اومد آقای مهدوی آزاد که از اون دلار 4200 تومان یادتونه، میگن که 5000 میلیارد، همون مبلغی که در واقع 5 میلیارد دلار میشه، همون مبلغی که ایران میخواد از IMF وام بگیره، گم شده، اصلا بر نگشته. این گزارشی است که همین امروز منتشر شده. همینطوره. یعنی شما اعداد و ارقام که مقایسه میکنین، اصلا پولی که آقای روحانی گذاشت پول خرد کشور نیست. من قبول دارم کشور تحت فشار، تحت تحریم، من قبول دارم، ولی این اعدادا اصلا شوخیه برای کمک کردن، برای کمک کردن به همچین ماجرایی. من ده ها عدد میتونم بگم. ببین داستان خیلی روشنه. حکومت در این ماجرا بین گزینه مردم، بین گزینه‌ای که در واقع همه کشورهای دنیا الان دست راستی ترین لیبرال ترین حکومت‌های دنیا، یعنی حکومت دست راستی مثل ترامپ، حکومت دولت در ایتالیا، این حکومت دست راستی الان وارد زندگی مردم شدن، وام‌های سنگین دارن میدن بدون بهره، کمک‌های حیرت آور دارن میکنن. گفتم به همین آلمان که من زندگی میکنم 50 میلیارد دلار فقط گذاشته بابت کمک به بیکاران. دست راست ترین حکومت‌ها اومدن، حالا جمهوری اسلامی مستضعفان وارد ماجرا نمیشه. این فراتر از این هستش که جمهوری اسلامی اشتباه کرد. یه سیاست کاملا هدفمند رو داره دنبال میکنه. سیاست هدفمندش هم این هستش که ما قوام کشور رو با ابزار امنیتی حفظ میکنیم، کسی غلط میکنه حرف بزنه، و با از این فرصت استفاده میکنیم. اولا پولامون رو خرج نکنیم، دوما توازنمون رو با کشورهای دیگه به هم بزنیم، یه ذره قدرتمون بالاتر بره، و سوم نکته کلیدی است و به نظر من بسیار رنج‌آوره، از رنجی که مردم میکشن سپر تبلیغاتی بسازیم برای زیر سوال بردن فرآیند تحریم‌های آمریکا. من با تحریم‌ها و از تحریم‌ها دفاعی ندارم، منتها اینی که شما از رنج مردم بخواید سپر بسازید، از رنج مردم بخواید کلیپ بسازید که مردم ببینید چه آمریکا چقدر منو بدبخت می‌کنه، به نظرم بسیار بسیار غیر انسانی است. آقای مهتوی آزاد، شما به عدد و رقم ها اشاره کردید، ولی بحث مهمتر اون بحثی که در مورد فساد میکنن و بحثی که در مورد دارایی های نهادهای مختلف میکنن، ما رو به اینجا میرسونه که به هر حال در یک نقطه‌ای ممکن هست که حکومت ها به این نتیجه برسن که باید تغییری در رفتارشون ایجاد بکنن. آیا فکر میکنید که موقعیت فعلی با کرونا میتونه اون نقطه‌ای باشه که حکومت ایران به این نتیجه برسه، یا نه فکر میکنید بحث از این حرفا گذشته؟ ببین موقعی که چارچوب دنیا رو نگاه میکنیم خانم قاضی‌زاده، میبینیم دنیا بعد از کرونا ظاهرا عوض خواهد شد، شکل جدیدی خواهد بود. فکر میکنم حتی فلاسفه بزرگم الان نمیتونن پیش بینی بکنن دقیقا ما با چه شکلی از زندگی مواجه خواهیم بود، به این خاطر که فقط عدد و رقم اقتصادی و فقیر شدن و پایین رفتن چند دهکه اجتماعی در کشورهای مختلف نیست، شاید اصلا لایف استایل، زندگی، فرهنگ حاکم بر جهان غرب عوض بشه و خیلی تاثیرات دیگه. اما موقعی که شما این حجم تغییر رو
در اروپا، در آمریکا، حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس میبینید و بعد مقایسه میکنید با ایران، ببینید ادبیات هیچ فرقی نکرده، هیچ تغییری شما در سیستم حکومتداری نمیبینید، همچنان موازی کاری، همچنان سپاه زیرا به دولت رو بزنه، دولت خلاف سپاه حرف بزنه، تو کارهای هم دخالت بکنن، خصیصی بکنن، کسی حرف بزنه توی دهنش بزنن، برخورد باش بکنن. فکر میکنم جمهوری اسلامی دچار یه مشکل بزرگتری است، در واقع این کانزرواتیسم، این محافظه‌کاری، این سخت‌جانی که الان دو دهه است مقابل رأی مردم میبینید، مقابل اعتراضات میبینید، این سخت‌جانی امکان تغییر، امکان انعطاف را ازش گرفته. اگر امکان انعطاف داشت، به نظر من اعتراضات دی 96 باید خودش رو تغییر میداد، اعتراضات آبان 98 باید خودش رو تغییر میداد، حتی در مقابل اون چیزایی که در واقع میتونست خیلی راحت‌تر تغییر بده در خودش، هیچ تغییر ما ندیدیم. برای من بعید میدونم که این ساختار اساساً بتونه، حداقل با روال فعلی، با شکل فعلی، اساساً بتونه تغییری در خودش بده یا چیزی رو بتونه اصلاح بکنه یا عوض بکنه، حداقل با شکل فعلی و با نظم فعلیش. آیا فکر میکنید که اونچه که الان در ایران شاهدش هستیم، با توجه به تغییراتی که به هر حال در کل دنیا میبینیم به خاطر ویروس کرونا، ممکن هست که دولت ایران رو با یک سورپرایز، با یک شوک ناگهانی مواجه بکنه؟ به هر حال از خیلی ها میشنویم، همین دیروز با یک صاحب نظر در همین بی بی سی صحبت میشد که میگفت مردم با گرسنگی تا ابد ساکت نمیمونن. ببینید، اون چیزی که مسلم هست، تبعات پس لرزه های اقتصادی کرونا، من بحث اقتصادی سیاسی شو دارم، تغییرات بزرگی در جامعه ایران ایجاد میکنه. تحریم ها بالقوه، اون چیزی که من میفهمم، دو یا سه دهک جامعه ایران رو نه. از تراز طبقه متوسط برده بود زیر در تراز طبقات محروم. دیگه آخرین آمارهایی که نمایندگان مجلس جست و گریخته میدادن که 60% جامعه ایران زیر خط فقر، و چیزی حالا عدد متفاوت بود، بین 20-35% میگفتن زیر خط فقر سیاه هستن، خط فقر برای این به گمان من ما با تأثیرات بسیار گسترده مواجه هستیم. اون تا به موازات اون جامعه هم تغییراتی میکنه، به موازات اون جامعه هم از یه چیزایی میترسه، در یه چیزایی فاصله میگیره. من فکر کنم محصول نهایی کرونا اگر با این شکل ادامه پیدا بکنه، احتمالاً امنیتی تر شدن بیشتر جمهوری اسلامی است. ببینید، همین 3-4 روز اخیر 3 مقام رسمی بهداشتی ایران، دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه پزشکی اردبیل، دکتر فرزانه رئیس بیمارستان امام خمینی اردبیل و معاون پژوهشی دانشگاه پزشکی قم، اینا برکنار شدن به خاطر که آمار دولت رو در واقع زیر سوال بردن و گفتن اینا دروغه. دیروز عضو شورای شهر تهران در واقع آمار دولت رو زیر سوال برد. اگر قرار باشه این روند ادامه پیدا کنه، اصلا مردم چیه؟ بخشی از همین مدیران اجرایی کشور علیه این آمار رسمی، این نظم قیام خواهند کرد و علیهش حرف خواهند زد. برای فکر می‌کنم اگر قرار باشه این روند رو ادامه بده، یعنی کمک کردن به مردم، پنهان کردن ابعاد جدی ماجرا و لجبازی کردن بر سیاست عدم قرنطینه که ممکنه موج دوم رو داشته باشه، ممکن هست با یک بحران بسیار بسیار بزرگی، خیلی بزرگتر از اونچه که شاید با تصور کنیم، مواجه بشیم. خوشحالم که اعلام بکنم آقای صمیمی بالاخره وصل شدن به ما پیوستن. آقای صمیمی، من خواهش می‌کنم شما نظرتون رو بگین درباره همین موضوع. داشتم ازتون می‌پرسیدم که نظر شما یا این شرایطی که پیش اومده ممکن است در رفتار حکومت ایران تغییری ایجاد بکنه احتمالاً. بله، من این تیکه ای که الان مشکل فنی رفع شدش و بس شدم، شنیدم که آقای مهدوی آزاد عزیز اشاره کردن که فضا امنیتی تر خواهد شد. من با این خیلی اصطلاح همسو نیستم با این نظر، و به رغم این که من معتقدم که همونطور که داشتم میگفتم حفظ حکومت اوجب واجبات است و این حکومت ظرفیت این رو داره که برای حفظ خودش هر کاری رو بکنه، ولی یک سری به اصطلاح نگرش های پراگماتیستی هم در حکومت وجود داره و داشته و رشد کرده این نگرش ها. به نظر من شاید در زمانهای نزدیک یه برخورد هایی بشه با فلان، نمیدونم، معاون وزیری که یا سخنگویی که یه حرفی زده برکنار شه، فلان بشه، توبیخ شه، این چیزها، ولی من فکر میکنم که در میان مدت، یعنی میان مدت نه با آشل های سابق، همین چند ماه آینده، این فشارها بخش
پراگماتیست حکومت رو به اصطلاح تقویت خواهد کرد و به اصطلاح یک کارهایی خواهند کرد که به سمت اون افزایش اون سرمایه اجتماعی که عرض کردم لازم هست، به اون سمت خواهیم رفت و به اصطلاح اون بخش هم داشتم عرض می کردم که سرمایه اجتماعی و اعتماد به مسئولان، اعتماد به حکومت بسیار نازل هست توی کشور و بسیار کم شده و به همین علت هم هستش که به اصطلاح حکومت لازم ندونستش که قرنطینه رو در ابتدا در اواخر بهمن، نیمه بهمن، اواخر بهمن، اوایل اسفند این کار رو بکنه، چون اگر که این کار رو میکرد، یعنی قرنطینه کردن مردم یعنی محدودیت برای مردم ایجاد کردن و محدودیتی که از طرف حکومت ایجاد شه، حکومتی که مردم، اکثر مردم بهش اعتماد ندارن، این یک رویارویی مردم با حکومت رو ایجاد میکنه و حکومت این رو نمیخواست و نمیخواد. و مثلا توی ایام عید آخرای اسفند گفتش که خب بذار مردم برن سفر، چون میدونست که اگر برخورد سخت نظامی بکنه، مثل خیلی کشورها که نظامیان اومدن در حد پلیس راهنمایی و اینها مثلا از مردم سینجیم میکرد و یه درمیون رد میکرد و رد نمیکرد، ولی اگر میخواست برخورد صفر بکنه، این مردم و اکثریت مردمی که دل خوشی ندارن از حکومت به علت رفتارهای حکومت، این باعث میشد که مردم رویارو بشن و رو در رو بشن و دوباره شورش ایجاد. ممنونم از شما آقای صمیمی. متاسفانه عذرخواهی میکنم که ما وقتمون کم هست و متاسفانه خط شما هم قطع و وصل شد و ما امکان استفاده بیشتر نداشتیم از حضور شما. ممنونم کیوان صمیمی و همینطور مهدی مهدوی آزاد، ممنون که در این بحث شرکت کردید. برنامه زنده به هر حال این مشکلات رو هم داره که قطع و وصل میشه گاهی خطا. ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه ساعت 10 شب تهران خواهد بود. شب روزتون خوش.